توی این ویدیو میخوام راجع به مدیریت فشار خون و چند تا ماده غذایی برای مدیریت فشار خون و چند تا در حقیقت روش خانگی برای مدیریت فشار خون صحبت بکنم. بسیار بسیار کاربردی براتون خواهد بود. احسان میرزایی هستم، محقق، نویسنده و مدرس حوزه طب سنتی. ببینید، الان معضل فشار خون در دنیا بسیار زیاد شده و یادتون باشه برای مسئله فشار خون راهکار فقط استفاده از دارو نیست. خب قاعدتا من نمیخوام بگم که شما داروتون رو کنار بگذارید، به خاطر اینکه اگر داروتون رو کنار بگذارید عوارض بسیار بدتری به سراغ شما خواهد اومد. من مراجعه کننده هایی داشتم که بدون دلیل و همینطوری بی خودی داروی فشار خونشون رو قطع کرده بودن و این باعث عوارض متعددی براشون شده بود، حتی عوارض کلیوی و یا عوارض قلبی. پس لطفاً با رعایت تدابیر سبک زندگی سالم آرام آرام تحت نظر متخصص میتونید شما داروهای فشار خونتون رو کنار بگذارید یا تحت نظر پزشک خودتون آرام آرام شما میتونید داروتون رو کنار بگذارید. مهم اینه که شما بتونید سبک زندگیتون رو درست بکنید. من همین 3-4 ماه پیش بودش که من خب در مطب مراجعه کننده ای داشتم. ایشون تحت درمان‌های ساده سبک زندگی و همین روش‌هایی که دارم بهتون توضیح میدم قرار گرفتن و به راحتی پزشکشون بهشون گفته بود که دیگه شما نیازی به داروی فشار خون ندارید، حتی داروی چربی خون ایشون را هم قطع کرده بود با رعایت تدابیر سبک زندگی که بهشون آموزش داده بودم و راهکارهای ساده‌ای که می‌خوام تو این ویدیو هم در اختیار شما قرار بدم برای حفظ سلامتتون. اولیش اینه، خب اگر شما غذاهای شور استفاده می‌کنید، غذاهای پرنمک استفاده میکنید، قطعا میزان نمکتون رو کاهش بدید. بله البته از اون ور بوم افتادن هم اشتباس. افراد متعددی به من میگن که دکتر ما دیگه اصلا از نمک استفاده نمیکنیم. اشتباهه. پمپ سلولی تو نیاز به کلراید سدیم داره و در حقیقت تغذیه سلولی تو نیاز به نمک داره. پس اگر بخواید نمک رو به طور مطلق حذفش بکنین کار اشتباهیه. سعی بکن غذاهای پرنمک و شور استفاده نکنی. دیدید بعضیا خیلی علاقه به غذاهای شور دارن، باید این عادت رو بگذارن کنار. بعضیا از غذاهای خیلی ترش رو دوست دارن، باید این عادت رو بگذارن کنار. کمان که حکما هم گفتن مصرف زیاد غذاهای تند و شور باعث مشکلات متعدد میشه و بیماری ایجاد میکنه. پس از اینا سعی بکنید اجتناب بکنید، مصرف غذاتون رو مدیریت بکنید. دوم، استفاده از چای پررنگ فشار خون رو افزایش میده. استفاده از قهوه زیاد چون غلظت خون ایجاد میکنه فشار خون رو افزایش میده. اگر شما فشار خونی هستید من این چای ها رو بهتون توصیه میکنم. اگر مزاج گرم داری و میخوایی که چای هم استفاده کرده باشی، من به توصیه میکنم از چای نسترن استفاده بکنی. چند تا دونه میوه نسترن رو فقط کافی که بشکنی. خب دانه هاش مقداری سمیت داره، دانه ها رو اگر جدا بکنی بهتره، اما اگر هم نشد فقط کافی که دانه ها رو این خود میوه نسترن رو عوض میخوام بشکنی، میوه نسترن رو بشکنی 5-7 شو 10 دقیقه الی 15 دقیقه آرام بجوشونی و یک چای تقریبا ترشی به دست میاد که خیلی هم خوشمزه است. هم مدیریت فشار خون میکنه و هم خونسازه و هم مقویه کبده و برای پیشگیری از تصادم شرائین هم به شدت توصیه میشه. استفاده از چای ترش، کسی که دائما فشارش افزایش پیدا میکنه به خاطر حرارت زیاد، البته عوامل امتلاء که ما در طب ایرانی بهش میگیم و فشار خون متعدد هستند، اما اگر امتلاء از گرمی باشه، کسی که صفرا در بدن زیاده، رنگ پوستش زرد شده، دهنش تلخه، زود از کوره در میره، گر گرفتگی در پاها و دستها داره، این علامت این میتونه باشه که صفرا در بدنش زیاد شده. خب میتونه از چای ترش استفاده بکنه. چای ترش رو که خب از اسمش هم مشخصه ترشه، بسیار هم خوشمزه است، برای مدیریت فشار خون ما توصیهش میکنیم. و یا این که داخل آب جوش شما یه قاشق چای خوری مربای زرشک بریزید و یا دم کرده زرشک استفاده بکنید، این هم در مدیریت فشار خون بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. منتها اونایی که زخم معده دارن و ضعف اعصاب دارن لطفاً زرشک و
چای ترش رو زیاد روی نکنن به خاطر اینکه میتونه اذیت کننده باشه براشون. میتونه از همون میوه نسترن استفاده بکنن. و یادتون باشه میوه نسترن جزو چای هایی هستش که اگر زیاد هم استفاده بشه عارضه ای نمیده، مثل چای سیاه ایرانی خودمون. بر اساس تمام رفرنس های طب سنتی، من با اون چیزی که در ویدیوهای متعدد داره در فضای مجازی و یا در تلویزیون داره گفته میشه کاری ندارم، رفرنس های دقیق طب سنتی دارن میگن که استفاده از چای هیچ عارضه ای نداره، فقط چای پررنگ در کسانی که فشار خون گرم دارن میتونه باعث افزایش فشار خون بشه. پس میتونه از چای کم رنگ استفاده بکنید. قطعا مواردی که من دارم به شما ارائه میکنم تماما بر اساس رفرنس های دقیق طب سنتی است، و اگر کسی هم میخواد اشکال علمی وارد بکنه قطعا بنده حاضر هستم که رفرنس منابعم رو خدمتشون ارسال بکنم، برای اینی که خدا نکرده فکر نکنن که ما داریم مطلبی رو بدون رفرنس علمی ارائه میکنیم. تا اینجای ویدیو میدونم که بسیار براتون مفید بوده، لطفاً لایک سابسکرایب فراموش نشه، 3 ثانیه زمان میبره. متشکرم از اینی که ما رو حمایت میکنید و باعث میشه که هموطنهای دیگه و افراد متعددی از این ویدیو استفاده بکنن و به سلامتی برسن. سومین عامل افزایش فشار خون که یک غذای خوردنی است که این خوردنی رو توصیه میکنم تا میتونید ازش اجتناب بکنید و یادتون باشه که خیلی نباید دنیا رو سخت گرفت، اعراض نفسانی است. یعنی چی؟ یعنی هرس و جوش و اعصاب خردی و اون اتفاقات نظیره این. سعی بکنید از استرس ها و اینجور موارد اینه تا اونجا که ممکنه دوری داشته باشید. واقعا برخی مسائل شدنی است. مثلا اکیدن من توصیه میکنم سریال ها رو نشینید ببینید. این سریال هایی که ترکیه ای هستن، سریال های ایرانی هستن، فرقی نمیکنه. کلا من سریال های متعددی که نگاه کردم ترشون خب موارد استرس ها بسیار بسیار زیاد هست، موارد غم انگیز و غم آلود و ایجاد ناراحتی کردن در این سریال ها بسیار زیاد هست. سعی بکنید که از دور هم نشستن با دوستان، با اقوام، با پدر مادر، با خواهر برادر بودن لذت ببرید، و اینها در مدیریت اعراض نفسانی و پیشگیری از استراب، استرس و فشار خون های عصبی بسیار نقش داره. و سعی بکنید، این نقطه بسیار مهم نیست، این نکته بسیار مهمی است، برش تاکید میکنم، لطفاً اتفاقات منفی گذشته رو دور بریزید. حتی من قبلا در ویدیوهای دیگه تمنش رو یاد دارم، بنویسید اون اتفاق منفی رو، بعد خط خطیش کنید، کاغذش رو مچاله کنید و بندازید داخل سلاشقال، و سعی بکنید اتفاقات منفی از خودتون دور بکنید که خود این عامل افزایش فشار خون خواهد بود. چون که دقت کردید وقتی یه استرس شدید میاد به سراغتون، تپش قلب میاد به سراغتون، خب این در دراز مدت میتونه عامل افزایش فشار خون باشه. نکته بعدی برای حفظ سلامت بدن، و البته شاید یه عضوی که اصلا خیلی جدی گرفته نمیشه، خیلی بهش پرداخته میشه، ما همه چسبیدیم به قلب، کبد، مغز، در حالی که خیلی عضو مهمی است، کلیه است. کلیه، مواظب کلیهاتون باشید. خواهش میکنم در مصرف فلفل، داروها، انواع داروها، چه داروهای گیاهی چه داروهای طب سنتی فرق نمیکنه، هر دارویی مصرف زیادش میتونه به کلیه آسیب بزنه. مصرف بی رویه آنتی بیوتیک که الان متاسفانه در کشور ما هم خیلی زیاد شده، خب مصرف آنتی بیوتیک سعی کنید نداشته باشید. برای سرماخوردگی ها فقط استراحت لازمه، و تدابیر سرماخوردگی هم که در اینستاگرام، در سایتم و در یوتیوب گفتم، به این تدابیر فقط کافی عمل بکنید و سرماخوردگیتون رو به راحتی مدیریت بکنید. حتی کرونا هم ما معتقدیم که به روش‌های خیلی ساده خانگی و با استراحت، که حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت در همون موقع هم در شبکه‌های تلویزیونی گفت با روش‌های خیلی ساده میشه کرونا مدیریت کرد. بله، در شرایط خاصش باید به بیمارستان مراجعه کرد. پس سرماخوردگی‌ها رو قاعدتا، حتی اگر اینم بگم دو پرندس، اگر بعضی کرونا سخت گرفتن، یکیش به خاطر ضعف سیستم ایمنی بود، اینو که تمام ایمونولوژیست ها در دنیا هم در اون زمان گفتن. خب چرا ضعف سیستم ایمنی ایجاد میشه؟ به خاطر عدم رعایت سبک زندگی، و البته مصرف زیاد آنتی بیوتیک که باعث ضعف سیستم ایمنی خواهد شد. پس مواظب کلیاتون باشید. راجع به عوامل نابود کننده کلیه در یک ویدیو مفصل گفتم که حتما برید ببینید اون ویدیو رو. و چند ثانیه راجع به راهکار اورژانسی مدیریت فشار خون بهتون بگم. اگر کسی فشارش به طور ناگهانی بالا رفت، مثلا فشارش 20 روی 18 بود، بسیار خطرناکه. در یک ویدیو کوتاه گفتم به سرعت
نوک انگشتان دست و پا رو با هر وسیله تیزی که دم دستتون هست، با سوزن، با تیک، یه جراحت مختصر ایجاد بکنید و کمی فشار بدید یک قطره خون خارج بشه. بنده خودم به کرات تجربهش کردم، فوق‌العاده است در مدیریت اورژانسی فشار خون، که حتی من به یکی از این دوستان اورژانسمون هم یاد دادم این روش رو و فوق‌العاده است. من خودم بارها تجربهش کردم. این ویدیو رو برای همین میگم حتما برای خیلیا بفرستید که دیده بشه. با این راهکار به سرعت میتونید به ساعت اورژانسی فشار رو کاهش بدید و بعد فرد رو به بیمارستان انتقال بدید.